بزرگ مرجع جهان تشیع و حضرت آیت الله شیرازی در دیدار با اعضای یک موکب عراقی فرمودند سعادتمند کسی است که سختی راه زیارت اهل بیت علیهم السلام را بر خود هموار میکند به گزارش پایگاه اطلاع دفتر معظم الله مسئولان و اعضای موکب از سبتل غریب الغریب علیه السلام از کشور عراق با حضور در بیت مرجعیت شیعه با آیت الله العظما سید صادق حسینی شیرازی مدظله دیدار کردند در این دیدار معظم الله تیه سخنانی فرمودند همان گونه که در روایات آمده است پاداش الهی به اندازه زحمتی است که انسان تحمل می کند نه به مقدار آسایش و رفاه پس از میان شما سعادتمندتر کسی است که در راه زیارت عتبات اهل بیت علیهم السلام سختی و مشقت را بر خود هموار کند ایشان در ادامه افزودند سفر با فضیلت خود را با یک نصیحت رسول خدا صلی الله علیه و آله علی بیارایید آن حضرت خطاب به فردی که از ایشان نصیحت خواست فرمودند خش مگیر خش مگیر خش مگیر ایشان ادامه دادند این آموزه که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله تصریح دارد که نباید در زندگی و در رفتار با دیگران خشمگین و عصبانی شوید پس با تصمیم گرفتن برای عمل به این حدیث سفر با فضیلت خود را به زیور آموزه نبوی بیارایید ایشان در پایان سخنان خود فرمودند از خدای سبحان میخواهم اعمال همگیتان را قبول فرماید و صحیح و سالم و برخوردار از بهره های معنوی به شهر و دیار خود بازگردید دعاگوی شما هستم و التماس دعا دارم اعضای موکب همچنین با آیت الله سید حسین شیرازی فرزند مرجال قدر نیز دیدار و گفتگو کردند و در ادامه از سخنرانی آیت الله شیخ حسین فدایی نیز بهره شدند